آقایان سلام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ آخ جون، بالاخره آهنگ جدید اومد. دو روز بود هیچ که آهنگ نداده بود. خلسه، آرتا، کوروش و نکته جالب سامان ویلسون. جالب بود برام که سامان ویلسون هم توی این فیت بوده. فکر می‌کنم ساما خودش هم آلبوم داره و خیلی مشتاقم ببینم که آلبومش چطوره. یعنی یکی از بچه‌های نسل یکی با بچه‌های نسل خلسه، نمیدونم سه حساب میشه و دو سه، و حالا بچه آرتا و کوروش. بریم ببینیم آهنگ چطوره. فنا، آقا من داشتم فکر می‌کردم این فنا، یعنی مثلا میگن به فنا دادیم یا فنها، باید ببینیم که منظورش کدوم از این دوتا بوده. همین اول کار دارم لامبورگینی رو می‌بینم روی صفحه، نمیدونم قراره در مورد مایه‌داری صحبت بشه. اوه، این اکیپ گنگ از کجا پیدا کردم؟ و خیلی هم بین المللی، از همه جا توشون هستش. خیلی قیافه ها ترسناکه. اوه، این یکی رو ببینین. این یکی، این سیاه‌پوستا واقعا خیلی خاص و خوشگلن. اصلا نگاه، واقعا اگر چشماش رو ببنده اصلا شما متوجه حضورش نمیشید. دقیقا رنگ دیوار پشت سرشه، واقعا استثنایی و خوشگلن. میریزن ساعت هر جا میریم فنا، تهران هم هر وقت ترک ما میدیم حواس. چقدر بیت دریله، بیتش خیلی دریله. و اصلا آرتا و کوروش دریل خون نبودن، خیلی عجیب شروع شد، همش دریل آهنگ. تهران هم هر وقت ترک ما میدیم حواس. ده ساله گاهی دیما کافی نیست برام، مثل ما کسی زاخه تو بازی نیست سلام. این اوتوتیونش همیشه خیلی زیاده رو صداش. من اصلا حال نمی کنم با این همه اوتوتیون روی صدا. اصلا بعضی ها مثلا تو بعضی از آهنگاشون، مثلا تتلو تو یکی از آهنگاش خیلی اوتوتیون رو مخصوصا زیاد کرده رو صداش که صداش یه ذره دیجیتالی بشه. ولی الان این آرتا همیشه اوتوتیون زیادی رو صداشه و به نظرم میگه یه ذره چیز تو ماچه. چند روز پیش کوروش و جیدال بد جوری تو سر کله هم داشتن میزدن و دوباره شروع کردن به هم دیگه پریدن و اینا. میخوام ببینم که تو این ترک از خجالتش در اومده یا نه. بحث نمیدونم چیز فالوور فیک و اینجور حرفا بودش بینشون. ده ساله گاهی دیما کافی نیست برام، مثل ما کسی زاخه تو بازی نیست سلام. نبینم اکی به تو ناجی این فرام. میدمت فنا، میدمت فنا. گفت میدمت فنا، فنا میدنت، فنایی همچه چیزی گفت. میدمت فنا، میدنت فنا، میدمت فنا، میدنت فنا، میدمت فنا، میدنت فنا، میدمت فنا، میدنت فنا. چرشت تو خفمونه جیگه، میان دوتا کله گنده اینو گیرم، جکی پونده توی جیبم، بچه خوشگل میدم خرج کل پول دیه. بچه خوشگل میدم خرج کل پول دیت. اینا همیشه آهنگاشون چیز بود، آهنگای دیسلا و ناله و آی تو اینجوری کردی و ساعت فلانه نمیدونم رو تختیم بنگ زدیم، من نمیدونم خودکشی کردم، اون خودکشی کرد. خلاصه نصف آهنگاشون این داستانا بود. این دفعه فاز گنگ برداشتن و فکر کنم که داشتن به جیدال احتمالاً یه تیکه هایی مینداختن. تو کله گنده اینو گیرم، جکی پونده توی جیبم، بچه خوش که میدم خرج کل پول تیه. حتا کوکو روی سینش کسه میده خلصه جوین تو توی جیبم. گویت اصف آل تایم نگاز دخوا اکس گوتو روی سینم بیا دخوا کل شهر با ما کرد. ولی خدا یه چیزی باید بید، یه چیزی بگی تو آهنگ بهت بیاد. مثلا حسین که میاد تو آهنگش گنگ حرف میزنه و حرفای خیلی خفن و اینا میزنه، واقعا به استایلش میاد، به قیافش میاد. اصلا شما حسین آهنگ نخونه همجوری قیافش رو میبینی گنگی داره از سروش میبره، ولی واقعا به قیافه آرتا و کوروش اصلا این حرفا نمیاد. بعد داره میگه بچه خوشگل، ببین کی داره به کی میگه بچه خوشگل. اصلا نمیدونم، واقعا به نظر من باید کسی که چیزی میخونه به قیافش بیاد. مثلا انگار که مثلا ابی چه میدونم بیاد گنگ بخونه، خب آقا به اون قیافه نمیاد. یا مثلا گوش بیاد گنگ بخونه، خب نمیاد دیگه. حالا شما هر کاری بکنی نمیاد. به قیافه آرتا و کوروش هم واقعا گنگ خوندن نمیاد.
عکس خوبی که داشتیم. کتا باز را میریم انجام آشرک سنت زرف شون ست خان شهر را مرز داران جنت آباد و نکتا بان فرس و فرنگ تا کت زراف و زفر بابا یه صد بود. اینایی که گفت همش بیشتر غرب تهران بودش، بچه‌ای که بچه تهران نیست، اینا همه محلای تهران بود، بیشترش هم غرب تهران بود. و بعد گفت ونک و اینا، ونک گذر مرکزه تو خون شهر را مرز داران جنت آباد و نکتا بان فرس و فرنگ تا کت زراف و زفر بابا یه صد بلوش فلنجک و بری یست و فشم چغال. ای بابا یه دقیقه وایس دیگه، دیگه نمیده بهم چیز بعد دیلر منو دیده ترسیده، میگه این یه شب میگه دیگه بهم نمیده جنس بعد دیلر، یه همچین چیزی گفتم ساقیشو عوض کرده یا پارکشو عوض کرده احتمالا. ای بابا یه دقیقه وایس دیگه، دیگه نمیده بهم چیز بعد دیلر منو دیده ترسیده، میگه این یه شب میره میشه مک میلر، نیمه شب میشه شرطیره میشه مک میلر. یه چیزی مک میلر شنه، مک میلر یه رپر آمریکایی بودش که فکر کنم خیلی سال پیش بودش، 4-5 سال پیش بود، فوت کرد. دیگه نمیده بهم چیز بعد دیلر منو دیده ترسیده، میگه این یه شب میره میشه مک میلر، نیمه شب میشه شرطی رو ویدو زد زیرش کیترک میده انقلش دیگه زیر پنج این چنیمه دیل سنگینه کوری کیره شمنی که بیله میزه ده میله صد میلی پاد زده میده کش میره کیره خرشی که تیمه دیگه دیگه تزیه دیگه ربنی که جدیده سی که ردیه نسل یک جمع دیگه پیره مردین چیه ترخ چی؟ نسل یک پیر مردیه؟ درست شنیدم؟ چی که تیمه دیگه دیگه تزیه دیگه ربنی که جدیده سی که ردیه نسل یک جمع دیگه پیر مردین چیه؟ نسل یک هم دیگه پیرمردیه، قشنگ نسل یکی ها رو یه جا دیس کرد. و میدونی حالا چی عجیبه؟ اینه که تو این آهنگ سامان ویلسون هستش و سامان ویلسون از بچه های نسل یکیه. من نمیدونم چرا تو آهنگی که خود سامان ویلسون هست داره نسل یکی ها رو دیس میکنه، خودزنی کرده رسما. آره بیتش واقعا دریله و چه جالبه که همه افتادن تو دریل خوندن. اگه یادتون باشه بار بهتون گفتم که اولین آهنگ دریل فارسی و سامبوی تو سال 2017 خوند، بعدش نیموش خوندش فکر میکنم یکی دو سال بعد و دیگه کسی دریل نخوند، یعنی همین تا دریل تو موزیک و رپ فارسی بود. بعد از اون 021 کیت شروع کردش به دریل خوندن و آهنگی که با گندم خوند و باعث شدش که اصلا دریل یو توی فارسی جا بیفته. بعد الان میبینین که دیگه همه دارن دریل میخونن، یعنی حسین اومد دریل خون که به نظر من واقعا ثابت کرد که یه نسل یکی اولد اسکولی اگه بخواد یه دونه آهنگ دریل بخونه از همه بهتر میخونه، یعنی واقعا خوب خوند. اصلا بعضیا فقط بیتشون دریله، خوندنشون سبک دریل نیست، ولی حسین خیلی خوب بود. بعدش مهراد هیدن اومد دریل خون، حالا دیگه فکر میکنم کم کم دیگه همه میخوان دریل بخونن، یعنی منتظرم ببینم که این تتلو میخواد دریل بخونه، انگار مثلا خیلی مثلا یه موج دریلی را افتاده تو رپ فارسی. دیگه خرش دیگه تیمه دیگه دیگه تزیه دیگه ربنی که جدیده سی که ردیه نسل یک جمع دیگه پیره مردین چیه تلخ زبون زهره نیشه سمیه دیگه شمشیره تیزه سرمیه یه تحتی. میگه نسل یکی همشون چیزن رد چیزن خیلی پیره مردین و آهنگاش زبونشون تلخه و آهنگاشون اینجوریه و نمیدونم واقعا اینجوریه. من که هنوز خودم و نسل یکی بیشتر حال میکنم. نسل یک جمع دیگه پیره مردین چیه تلخ زبون زهره نیشه سمیه تیغ شمشیره تیزه سرمیه یه تهدیده فلم هاردکور مارکتو بستیم با دوتا آلبوم بپا اگه شرشی یه جا واسه وانتونز پوستتو کندیم کردیمش فانتو. یعنی شک نکن، اینا رو داره به بچهای پایدار میگه شک نکن. تو بستیم با دوتا آلبوم بپا اگه شرشی یه جا واسه وانتونز پوستتو کندیم کردیمش فانتو. میری زن سد هر جا میری فنا تهران هم هر وقت تک ما میدیم حواس او ده سال گاهی دیما کافی نیست برام مثل ما کسی زاخت تو بازی نیست. اوه خلسه وارد میشود. اوه خلسه هم داره دریل میخونه. اتفاقا من شما منتظر بودم ببینم چه اتفاقی میفته که خلسه وارد میشه، بخواد اونم دریل بخونه یا نه. و خلسه هم داره دریل میخونه، خیلی باحال. آقا دیگه همه دارن دریل میخونن، همه چه خبره؟ من فکر میکنم واقعا این نتیجه تلاشای 021 کید و نمیدونم هیپاپولوژیست و اینا بوده که یه کاری کردن، اول همه دریل رو مسخره میکردن بعد کم کم همه شروع کردن دریل خوندن و واقعا خلسه هم دیگه داره دریل میخونه. خیلی دوست دارم ببینم چجوری میخونه. خلسه چون مدل خوندنش خیلی لشه، چجوری میخواد دریل بخونه. میگه با این کله کچلم با سیس نیسان آبی میان، دیدین که خیلی استوری میذاره که همش تو بی ام وش داره رانندگی میکنه، حالا میگه که سیس نیسان آبی داره میاد باحال داره میخونه. خلسه چه کنی امسال کابی سیس کچل تو بم و میام شبیه استیل یار تو نیسان آبی ولا رفتن کردن هی تمسری تو که بک دادم بشون یو پیجم پرید دوربینو تا که بک دادم یو پیجم پرید. اینجا رو دیگه داره به پارسالیپ میگه که تا چیز یه پیام دارم برای پارسالیف عزیز و گفت بعدش، البته خیلی بعدش پیجش پرید و اینا.
باز یه دمی گفتن که ننم یکی هکش کرده، یه دمی گفتن طرفه پارسالی ریختن چیز کردن ریپورتش کردن، آخرش هم نفهمیدم داستانش چی بوده. بیتای دریل همشون خیلی مثل هم، این تقریبا مثلا یه چیزن، همشون خیلی تکراری هن ولی باحاله. اینم به نظرم خیلی بیت باحالیه. والا رفتم کردن هیتم سری تو که بگ دادمشون یو پیجم پرید دوربینو توی فیسم جدیدن و لحظه سوتی هم پیشن شدیدن و کلمه هم الماس یاقوت با ما بد بشی میره توی تابوت اینجا آخرین نفر که شاخ شد فکسم بردن شخانه تا گور با بچ مچه چیه؟ میره توی تابوت اینجا آخرین نفر که شاخ شد فکسم بردن شخانه تا گور. از خانه تا گور اسم آلبوم عرفان بود که اگه دیده باشه اون ویدیوی فکت فارسی، فکت های رپ فارسی منو در مورد اون آلبوم براتون توضیح دادم اونجا، و اون آلبوم خب در نوع خودش خیلی شاخص بوده به خاطر یه سری چیزایی که داشته، یه سری ویژگیایی که داشته تو رپ فارسی شاخص بوده و همیشه جزء مثلا این یه صاحب سبک و یه چیزایی خلاصه حساب میشه دیگه، و اینجا داشتش یه تیکه مینداختش به اون آلبوم عرفان. قشنگ معلومه که این آهنگو بستن که بچه های پایدار رو له بکنن. جالب بود برام. با ما بد بشی میره توی تابوت اینجا آخرین نفر که شاخ شد فکسم بردن شخانه تا گور با بچ مچه ها فید کنسر بگو بعد اقبالی داریوش بگو بردن شخانه تا گور با بچ مچه ها فید کنسر بگو بعد اقبالی داریوش. خیلی باحال اینجا رو گفت، گفت بعد اقبالی داریوش. داریوش اقبالی، فامیلش اقبالیه دیگه، چه باحال استفاده کرد. گفت فیت با برابچ کنسل، با بچه مچه ها کنسل شده، این از بعد اقبالی داریوش، منظورش داریوش تبهکاره. دیدین که یه چند روز حسابی به جون هم دیگه افتاده بودن و حالا میگه که فیت کنسل، احتمالا قرار بوده مثلا فیتی با هم دیگه بدن ولی فیت کنسل شده. تازه یه تیکه یا انداخ به داریوش، گفت بچه مچه ها، چون بهشون میگن بچه های اصلی دیگه، واسه همین فکر کنم یه ذره مسخرهشون کرد. فکسم بردن شخانه تا گور با بچ مچه ها فید کنسل بگو بعد اقبالی داریوش. اینقدر خوبم دیگه کار نمی کنم واسه گنده ها، فقط اینا کار دوست دارم. میریزن ساعت هر جا میریم فنا تهران، هر وقت ترک ما میدیم حواس. واقعا هر وقت ترک میدن تهران میره رو هوا. اون کسی که هر وقت ترک میده تهران میره رو هوا بدون شک حسینه و تتلو. فکر نکنم با ترک های آرتا و کوروش تهران رو هوا برم، ولی خب دیگه موزیک گنگه دیگه، بعد همش ادعا کنی میریم فنا تهران، هر وقت ترک ما میدیم حواس. ده ساله گاییدیم و کافی نیست برام، مثل ما کسی زاخت تو بازی نیست هرام، نبینم که بتون آجی این فرام. میدمت فنا، 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 میدمت فنا. کامنتی واسطان همین هم فقط اجرا. ساما ویلسون وارد میشود، ساما ویلسون هم میخواد دریل بخونه. میدمت فنا، میدمت فنا، چاقی. کامنتی واسطان همین هم فقط اجرای ما 5000 نفر، قوی و با هم خوب و ضعیف هم بدن، همین باعث شده ایران نرم. چیزه خلسه داره به جاش لیپ سینک انجام میده، خود سامان ویلسون انگار اصلا توی ویدیو نیست. اجرای ما 5000 نفر، قوی و با هم خوب و ضعیف هم بدن. فکر کنم خودش نمیتونسته توی ویدیو باشه. اینجا دوباره سامان ویلسون داره در مورد تعداد تماشاچیاشون توی کنسرت حرف میزنه. یادتون باشه خیلی کل کل شده بودش که سر اینکه کی تعداده نمیدونم طرفداراش و ایناش توی کنسرتاش بیشتره. میگه که 5000 تا تو کنسرت هم مثلا میگفتن که نمیدونم ملتفت کنسرتش اینقدر، نمیدونم اون یکی کنسرتش من فلانی کنسرتش 200 نفر بوده، این بوده، الان این کل کل است. کاش خود سامانم بود تو ویدیو. کامنتی واسطان همین هم فقط اجرای ما 5000 نفر، قوی و با هم خوب و ضعیف هم بدن، همین باعث شده ایران نرم. قوی ها خوبن، ضعیف ها با هم بدن، همین باعث شده از ایران نرم. یه تیکه درشتی انداخت به کل این ورابیا که میگه که اصلا شماهایی که داخل ایران نیستین چیز، شما ضعیفین، اونایی که توی ایرانن بچه های قوی ها. واسه همینه که من توی ایران بودم، یعنی مثلا همه اونایی که داخل ایران نیستن ضعیفن. اجرای ما 5000 نفر، قوی ها با هم خوب و ضعیف هم بدن، همین باعث شده ایران نرم. فن دارم لای تیم راهزنا، فن دارم لای تیم بازرسا، 10 سال دیگه پرا میره باز هوا، پیر بشم میکشم زیر پا دستا. گفتش چیه؟ گفت فن دارم لای بازرسا، فکر کنم منظورش آدمای دولتی و حکومتی و اینا بود نه؟ فن دارم لای تیم بازرسا، 10 سال دیگه پرا میره باز هوا، پیر بشم میکشم زیر پا دستا.
بچه اینجا یه چیزی تیکی خیلی باحالی انداخت، گفت پیر بشم میکشم از زیر پات عصا. من دارم لای تیم باز رسا، 10 سال دیگه پرامیر باز هوا، پیر بشم میکشم زیر پات عصا، پیر بشم میکشم زیر پات عصا. یادتون اول آهنگ چیز فکرم کوروش بود که گفتش نسل کیا همه نام رد پیر مردن و ردیان و همچین چیزی، چه جوابی داد همینجا دیسبک و تو خود آهنگ داد، خیلی جالب. اولش گفتم این چه گل به خودی زد، سامان اینجا جوابش داد، میگه حتی اگه پیرم بشم نسل یکی پیرم بشم باز از زیر پات عصا میکشم، یه همچین چیزی گفت، جالب بود. دیس و دیسبکی فکرم سرعتی ترین دیس و دیسبک تاریخ بودش این. فن دارم آجی گسخل شده، ردی بوده رفته دکتر شده، فن دارم که ترکده هروئین یاد گرفته هر جا برگرده چطوری، فن دارم میره ماراتون با یه پا ولی حرفا و کاراتون رو به پا، فن دارم یه تشکیلاتی که یه پا دو پا چی؟ یه چیزی آخرش گفت؟ با کاراتون رو به پا، فن دارم یه تشکیلاتی که یه پا دو پا، یه پا دو پا یه پا ولی حرفا و کاراتون رو به پا، فن دارم یه تشکیلاتی که یه پا دو پا، یه پا دو فن دارم تشکیلاتی یه پا دو پا سه پا سپاه. همیشه میگن اینا وصلن، خودش داره تو انگش میگه تشکیلات سپاه هم حتی فن هم. خیلی باحال بود، چه نکته بامزه هم بود، تهش تست هوش بود فکر کنم، یه پا دو پا سه پا سپاه منظورش این بود، خیلی باحال بود. سامان ویلسون مدل خوندنش به نظرم دریل نبود، یعنی بیت کار فقط دریل بود، ولی سامان همون سبک همیشگی خودشو داشت میخوند روی یه بیت دریل، اینم کار جالبیه، ولی به نظرم کلا خیلی خوب بود. عجیب مارکت داره به سمت این سبکای نیو اسکولی میاد و یه اتفاق جالبیه، مثلا یهو میبینه حسین هم داره این مدلی میخونه، خلسه داره میخونه، ویلسون میخونه، جالبه به نظر من. آهنگش هم خیلی گنگ و خیلی دیس بود، یعنی تیکه نبود رسما، فکر کنم چند نفر رو اینجا تیکای خیلی درشت انداختن دیگه، به سمت دیس داشت میرفت بیشتر، فکر کنم تیکا به پایدار بود، پارسالیپ بود، بعد حالا سامانم که همیشه با ملتفت درگیره دیگه، بحث تعداد آدمایی تو کنسرت و ایناش. کلیپش هم باحال بود که کلا کلیپ های اینستا همشون همین مدلی از اینا کشیدن رو سرشون و اینجوری اینجوری میکنن و باید منتظر باشیم آلبوم سامان بیاد، ببینیم سامان هم میخواد دریل بخونه یا نه. مرسی که با من این آهنگ گوش کردید، اینا رو ببینید، خدافظ.